بسیج بی‌سابقه و همه جانبه دیکتاتوری آخوندی برای ممانعت از خیزش سراسری چهارشنبه سوری در هم شکست. از محله های تهران بزرگ تا اصفهان و شیراز، از مشهد و تبریز تا اهواز و زاهدان، جوانان و قیام آفرینان ایران به پا خواستند و در شعله های جشن ملی چهارشنبه سوری تصاویر ولی فقیه ارتجا را به آتش کشیدند. مردم ایران در جشن ملی چهارشنبه سوری فریاد آزادی و خروش مرگ بر اصل ولایت فقیه سر دادند و نشان دادند که برای برچیدن بساط دیکتاتوری و استبداد مذهبی عزم جزم دارند. فتوای مسخره خامنه ای در آتش شعله‌ور چهارشنبه سوری سوخت و دود شد و مردم با آتش زدن تصاویر دیکتاتور خوناشام و با شعار مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای، به ولی فقیه ارتجا پاسخ گفتند. با سلام خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی، من یکی از خبرنگارهای سیمای آزادی هستم. الان از میدان صادقیه خدمت شما تماس میگیرم. از ساعت 4 بعد از ظهر که مسیر رو میدونیم، از میدان آزادی تا میدان انقلاب نیروهاشون بودن. انشالله که بتونیم گزارش های خیلی خوبتری رو، بهتری رو و کاملتری رو خدمتون ارائه بدیم. البته الان ساعت 5 بعد از ظهر و هنوز مراسم چهارشنبه سوری شروع نشده، به علت اینی که آتش بازی و آتش زدن به ریش و ریشه ولایت در هم شکستی بقی نهایتاً بعد از زمانی که تاریکی شروع میشه. به گزارش دیگری توجه فرمایید که هموطنانمان از برگزاری مراسم جشن چهارشنبه سوری برای ما ارسال کردند. با سلام، فرزاد هستم، خبرنگار سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران. امروز سه شنبه 25 اسفند 1388 و جشن ملی چهارشنبه سوری هستش. من الان در شهرک اکباتان هستم. ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت تهران هست. همونطور که میدونید این شهر که اکباتان به صورت بلوک بندی و بازارچه بندی شده که او من طبق سوالاتی که کردم متوجه شدم که سالهای گذشته هم اکثر برنامه ها در روبروی مسجد جامع این شهرک اکباتان برگزار می شده، یعنی بازارچه شمال 4. برنامه‌ای که اینجا اعلام شده ساعت 6:30 هست. با تاریک شدن هوا این برنامه شروع میشه برای به صدا چهارشنبه سوری در شهرک اکباتان، تا اینجا که من اطلاع دارم. و فعلا به صدا تجمعات متفرقه خبرنگار سیما یا در تلویزیون ملی ایران سه‌شنبه 25 اسفند 1388. در ساعت 14 امروز در خیابان رودکی مزاحمت مزدوران سپاه و بسیج منجر به درگیری بین آنها و مردم و رانندگان ماشین‌های مسافربری شد. در سایر شهرهای میهن نیز جوانان و قیام آفرینان به استقبال چهارشنبه سوری رفتند و به قیام علیه دیکتاتوری آخوندی برخاستند. به گزارشی از کرج توجه فرمایید. در مشهد در ساعت 18 از خیابان‌های سجاد، آزادشهر، میدان آزادی، پارک صدای انفجار به گوش می‌رسد. پلیس خیابان‌ها را بسته ولی صدای انفجارها در سطح شهر به خوبی شنیده می‌شود و جوانان دلیر عکس‌های خامنه‌ای و احمدی نژاد را آتش زدند. در اهواز صدای انفجارها در مناطق کیان پارس، زیتون، زیتون کارمندی و لشکرآباد و همه جای شهر به گوش میرسد و جوانان اقدام به پرتاب مواد آتشزا کردند. در شیراز تقریبا در همه شهر آتشبازی شروع شده و صداهای
بسیار قوی انفجارهای ترقه ها به گوش می رسد. شب گذشته خانواده‌های دستگیر شدگان قیام به همراه مردم تهران در مقابل زندان اوین تجمع کردند و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط فرزندان خود در آستانه عید نوروز شدند. این تجمع از ساعت 7 بعد از ظهر آغاز شد و در ساعت 9 شب تعداد جمعیت به صدها تن رسید. تجمع کنندگان در مورد برگزاری هرچه با شکوه‌تر سنت ملی چهارشنبه سوری صحبت می کردند و رو در روی ولی فقیه ارتجا می گفتند چهارشنبه سوری یک سنت دیرینه ایرانیان است و کسی نمی تواند ما را از برگزاری آن باز دارد. همیهنان عزیز، به گزارشی که از نارمک از مراسم چهارشنبه سوری هموطنان ما به دست ما رسیده است توجه فرمایید. اولا حتی که مثلا زیاد حساس نیست به این موضوع، ولی چهارشنبه سوریشون رو برگزار میکنن چون این سنت دیرینه ای ماست. اینا چندین سال خواستن این سنت رو بردارن ولی هر دفعه بدتر شده، هر دفعه مردم داغتر شدن، چون معمولا هر چیزی رو که ممنوع کنی مردم حریص‌تر میشن نسبت بهش، بعد مخصوصا چیزی که سنت قدیمی ما بوده. اینا اول که اومدن میخواستن عید رو بردارن، حتی یادم یه بار 4-5 روزش میخواستن بکنن، بعد دوباره نتونستن. این کار هیچ وقت نمیتونن بکنن. به خبرهایی که هم‌اکنون به دستمان رسیده توجه فرمایید. در ساعت 19 به وقت تهران در منطقه نظام‌آباد درگیری شدیدی میان جوانان دلیر و مزدوران بسیج در این منطقه گزارش شده است که همچنان ادامه دارد. در خیابان شوش و خانی‌آباد نیز در همین ساعت درگیری میان جوانان و مزدوران رژیم در جریان است و تعداد زیادی از جوانان بر اثر ضربات باتون زخمی شدند. در منطقه گیشا ساعت 19:30 دقیقه قیام آفرینان یک بسیجی مزدور را که با موتور به نمایش روب و وحشت مردم پرداخته بود با ضربات آجر متوقف کرده و پس از گوشمالی دادن وی موتورش را به آتش کشیدند. به گزارش تلفنی یکی از هموطنانمان از هفت حوز توجه فرمایید. در سایر شهرهای میهن نیز همگام با تهران خیابانها صحنه رویارویی جوانان با مظاهر دیکتاتوری آخوندی و مزدوران رژیم است. در کرج قیام آفرینان در منطقه عظیمیه عکس منحوس ولی فقیه ارتجا را آتش زدند و بالون تبلیغی رژیم را به پایین کشیدند. در اصفهان قیام آفرینان کیوسک بسیج ضد خلقی را در خیابان هاتف چهارراه عبدالرزاق مورد حمله قرار دادند و در زمان گزارش این خبر کیوسک مزدوران در آتش در حال سوختن بود. جوانان شیراز در اکثر نقاط شهر با روشن کردن آتش اقدام‌های سرکوبگرانه و تبلیغات آخوندها را به سخره گرفتند. صدای ترقه و انفجار مواد محترقه همه جا را فرا گرفته است. بسیاری از افراد میانسال و پدران و مادران خود اقدام به تهیه ترقه و مواد آتشزا نموده و برای شرکت در این خیزش آتشین خانه ها را ترک کردند. به گزارش دیگری توجه کنید از جشن چهارشنبه سوری در تهران. میدون ولیعصر دارن شلوغ، ما چهار ولیعصر هستیم، چهار ولیعصر به بالا رو بستن، بعد بچه های ما سمت میدون انقلاب رفتن، میگن اونجا هم شلوغه، مردم به هوای چی میگن چهارشنبه سوری اومدن بیرون. خلاص پلیس هم تو خیابون هم نگه، هر سال پلیس میاد که به قول معروف این نرد برقرار کردن نیست. از صبح ظاهرم سمت میدون ولیعصر و بولوار کشاورز و اینا شلوغ بوده. در ارومیه در خیابانهای مولوی، شیخ تپه، شهرک پرواز، رودکی، سعدی، اطراف بازار، خیابان مانی و خیابان دانشکده صدای انفجار ترقه ها به گوش می رسد. به گزارش دیگری در این رابطه توجه فرمایید. پولیس خب هنوز هم سرسده، هنوز هم پولیس، ولی خب بسید سرسده می کنم.